عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک دانشجویان محترم. بنده ابراهیم پور هستم، دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی با درس روش تحقیق برای رشته علوم انسانی در خدمت شما هستم. مبحث فصل اول ما با مفاهیم تحقیق آغاز خواهد شد. بحث مفاهیم تحقیق در واقع بحث تمامی مفهوم هایی هستش که ما در روش تحقیق با اون روبرو هستیم و یک سری تعریف داریم که قرار به عنوان پیش زمینه این درس با شما در موردش صحبت بکنیم و اونها رو با هم فرا بگیریم. خب بحث انواع شناخت هست که ما انواع شناخت رو به سه دسته تقسیم خواهیم کرد. بحث عرفان هست، مبحث فلسفه هست و بحث علم. عرفان نوعی علم حضوریه، فلسفه نوعی آگاهی درباره هستی هست، یعنی شما به صورت کلی در مورد هستی شناسی یک پدیده قرار صحبت بکنید و وقتی در مورد هستی شناسی یک پدیده صحبت میکنید در واقع در مورد فلسفه اون علم دارین صحبت میکنید. علم دانستن در برابر ندانستن. اولین تعریفی که ما از علم داریم بحث دانستن در برابر ندانستن است. این به چه مفهومیه؟ شما در مورد هر پدیده‌ای که اطلاعی داشته باشین، اطلاعاتی داشته باشین و اون رو لمس کرده باشین به معنی داشتن علم هست و هر پدیده‌ای که شما در موردش چیزی ندونین اون رو ما علم نمیگیم بهش. بحث ویژگی های علم مدرن هست که عقلگرایی، محدود شدن علم در شناخت حسی، ماده‌گرایی و دنیاگرایی و بحث جزئی‌نگریه. من یکی از آیتم هایی که به نظرم خیلی مهم اومد بحث جزئی‌نگریه که در علم مدرن به اون بیشتر پرداخته میشه. جزئیات بسیار با اهمیت میشن و شما در هر علم به صورت خیلی جزئی و خصوصی اون علم رو بررسی خواهید کرد. بحث تعریف علم هست. ما در اسلایدهای قبلی گفتیم دانستن در برابر ندانستن هست. ما سه تا تعریف اینجا از علم آوردیم و اولیش میشه دانستن در برابر ندانستن. بحث نالج و ساینس هست و تطبیق تجربه حسی نامنظم و متنوع به یک سیستم فکری متحد و شکل هست. خب ما آیتم اول رو که در اسلایدهای قبلی صحبت کردیم در موردش، یکی از تعریفایی که یکم شاید گنگ به نظر بیاد بحث نالج و ساینس هست که من این رو باز میکنم. بحث نالج به معنای دانشهای کلی هست و شما با یک دانش بسیار کلی و تمامی علوم رو زیر مجموعه خودش قرار میده. بحث ساینس یکی از تعریفهایی هستش که ما از علم داریم ولی علم هایی که مد نظر ساینس هست یه خورده خصوصی تره و زیر مجموعه در واقع نالج و یه خورده امکان داره که خصوصی تر کرده باشه تعریف علم رو. خب در تطبیق تجربه حسی نامنظم و متنوع به یک سیستم فکری متحد و شکل، یعنی که شما هر تجربه‌ای رو که به دست میارین به شکل یک سیستم واحد اون رو در بیارین و این یک تعریف جدایی از تعریف علم هست. تعریف پارادایم. ما پارادایم رو به نظر میاد که در فصول بعدی هم باهاش سر و کار داشته باشیم. یک تعریف فارسی داره این لغت که به معنای الگوواره هست که هر جایی اگه به گوشتون الگوواره اومد به معنی همون پارادایم هست. پارادایم مبنای برداشت‌ها و اقدامات انسان هستند. ما هر چیزی که برداشت می‌کنیم به عنوان یک انسان اونها رو می‌تونیم به عنوان یک پارادایم قبول کنیم. مجموعه‌ای از مفروضات هستند، باورها و نگرش‌ها هستند که به شکل قوانین در میان، نظریه‌ها در میان و ابزارهایی هستند که شاید جنبه کاربردی هم در تحقیقات ما داشته باشن. حالا یکی از آیتم‌هایی که خیلی مهم هست بحث این قضیه هست که وقتی جایی در تحقیق یک پارادایمی رو ما به عنوان پارادایم قبول میکنیم دیگه هیچ کسی بر زیربنای اون پارادایم یا بحث زیرمجموعه ها یا مفروضات اون پارادایم دیگه هیچ تردیدی وجود نخواهد داشت. یعنی جایی که پارادایم رو ما قبول کردیم در واقع زیربنای اون پارادایم رو هم قبول خواهیم داشت. بحث شناخت علمی هست. شناخت علمی رو ما از دو روش حاصل خواهیم کرد. بحث استقرا هست که اینداکشن و بحث قیاس هست که دیداکشن هست. استقرا معمولاً از جزئیات به کلیات میره. این رو خیلی ریز حتما داشته باشین که هر جایی که ما از یک سری از جزئیات به یک کل واحد رسیدیم به اون استقرا میگیم. دقیقاً عکس اون میشه قیاس، یعنی ما یک کل واحد رو داریم، حالا میخوایم اجزاش رو پیدا بکنیم یا به یه سری از اجزا برسیم که به این میگن چی؟ به این میگن قیاس. حالا باز هم در اسلایدهای بعدی ما این رو یه خورده موشکافانه‌تر با هم در مورد صحبت خواهیم کرد. فلسفه علم. ما یه سری صورتبندی و تنظیم جهانبینی داریم که با نظریه های علمی مهم سازگاری دارن. میگه حالا این خود فلسفه علم
ظاهر ساختن پیش‌فرض‌ها و تمایلات باطنی دانشمندان هست، مفاهیم و نظریه‌های علمی تحلیل و تشریح میشن در فلسفه علم و نوعی معیارشناسیه. بحث فلسفه علم پس ما با سه تا آیتم روبرو هستیم. یکیش این که ظاهر ساختن پیش‌فرض‌ها هست، اون تمایلات باطنی هستش که دانشمندان با اون رو در رو هستن. بحث مفاهیم و نظریه‌های علمی هست که اونها رو تجزیه و تحلیل می‌کنه و یک نوع معیارشناسی هست. حالا ما در اسلاید بعدی بحث تعاریف رو داریم. تعاریف پایه درس روش تحقیق هست که من اولیش رو با مفهوم شروع میکنم. شما برای اینکه بخوای مفهوم رو تعریف بکنی، ساده ترین و مختصر ترین تعریفی که شما از یک پدیده دارین رو بهش میگیم مفهوم. مثل شما وقتی چشماتون رو میبندین و اسم درخت میاد، هر کسی یک تصوری از درخت داره که برای اولین بار اون رو دیده. ما انسان‌ها رو وقتی میخوایم تعریف بکنیم، یعنی مفهوم انسان رو در ذهن خودمون تداعی بکنیم، امکان داره هر کسی یک مفهومی رو در ذهن خودش تداعی بکنه. متغیرها چی هستن؟ میگیم تمامی مفاهیمی که دو یا چند تا ارزش یا حالت رو به خودشون میگیرن. پس هر وقتی که دو یا چند ارزش و حالت رو یک مفهوم به خودش بگیره، به اون متغیر میگیم. انواع متغیر، ما اینجا متغیرها رو به چهار دسته تقسیم کردیم، در صورتی که متغیرها تعداد بیشتری هستند: متغیر مستقل، وابسته، پیوسته و ناپیوسته. متغیر پیوسته یه تعریفی داره، میگه به وسیله اون پژوهشگر میاد چیکار میکنه، اون رو دستکاری میکنه تا بتونه چیکار کنه، تأثیرش یا رابطش رو روی یک پدیده دیگه بررسی کنه. پس متغیر مستقل همیشه تحت دستکاری شدن پژوهشگر هست. متغیر وابسته چیه؟ تأثیر یا رابطه متغیر مستقل بر روی اون بررسی خواهد شد. پس اولی همیشه دستکاری میشه، دومیه متغیر مستقل تأثیر و رابطش روی سنجیده میشه. متغیر پیوسته و ناپیوسته، من این رو خاطر نشان بکنم که ما چند تا متغیر دیگه هم داریم و اونها رو من حالا اینجا به خاطر ضیق وقت تعریف نکردم. بحث متغیرهای میانجی هست، کنترل هست و مداخله گر. ما وقتی میخوایم متغیر مستقل رو تعریف بکنیم، میگیم چند تا مفهوم رو میتونیم همزمان بهش اشاره بکنیم. مثلا شما فرض کنیم که ما مثالی که برای متغیر پیوسته خواهد زد بحث قد هست. شما یک بازه بزرگی رو دارید از قد مثلا 1.50 تا 1.60، 1.61 تا 1.70، 1.71 تا 1.80 و این بازه در حیطه معینی مشخص میشه. بحث متغیرهای ناپیوسته دقیقا همون پیوسته هست، ولی نمیتونیم بهش خیلی بازه بدیم و این میتونه مثلا یکی از مثالهای جنسیت باشه که ما زن و مرد رو داریم دیگه، بازه از یک حدی بیشتر نمیتونه بره. فرض، قضایای کلی از اصول بدیهی، نتایج نظریه های دیگر، قواعد و احکام حاصل میشه. فرض در روش تحقیق از نظریات دیگر امکان داره گرفته بشه، از قواعد و احکامی که قبلا امکان داره ثابت شده باشه، ما اون رو پیش فرض کارهای خودمون قرار بدیم. قانون یک رابطه حتمی دائمی بدون قید و شرط بین دو یا چند متغیره. زمانی که رابطه بین دو تا متغیر یا چند تا متغیر رو میخوایم تعریف بکنیم و این رابطه حتمی باشه، قبلا آزمایش شده، قبلا به نتیجه رسیده و این رابطه دائمیه، به این قضیه قانون گفته میشه. فرضیه حدس و گمان موقتی یا پاسخ سنجیده است. ما در علم روش تحقیق زمانی که به یک فرضیه میخواییم برسیم، میگیم حدس و گمانیه که یک پژوهشگر در واقع اوغلایی هستش که در مورد یک پدیده میزنه. به طور مثال شما زمانی که وارد منزل خودتون میشین و کلید برق رو میزنین و برق قطعه، اولین فرضیه‌ای که به ذهنتون میرسه اینه که امکان داره کنتور خونه پریده باشه. دومین فرضیه امکان داره که بگین کلن برق شهر قطعه. ببینید اینا هر کدومش میتونه یه فرضیه باشه، نه اثبات شده نه قراره، اگر هم، یعنی نمیتونین حتما بهش یک سند علمی مطرحش بکنین، فقط یک پیشفرضه، یک ذهن اون پژوهشگر هستش که در مورد یک پدیده اون رو میزنه. تئوری ها چیا هستن؟ ارتباط سیستماتیک با یکدیگر دارن، قابلیت آزمون تجربی دارن، قابلیت توصیف، تشریح و پیشگویی یک پدیده اجتماعی دارن و تایید نسبی فرضیه است. و زمانی که شما فرضیاتی که گفتید یک تایید نسبی گرفته باشه، ما اون رو میتونیم به عنوان تئوری یا نظریه مطرح بکنیم. خب ما در مورد حالا شاهمایی روش تحقیق می‌خوایم با هم صحبت کنیم. اصلا خود تحقیق به چه معنایی است؟ میگیم کوشش منظمیه به منظور پاسخگویی به یک یا چند سوال که داده میشه. حالا من این تعریف رو باز خلاصه تر میکنم. شما کی به دنبال تحقیق میرین؟ زمانی که یک سوالی تو ذهنتون باشه. حالا برای اینکه بتونین به اون سوال خودتون
پاسخ بدین یه سری فعالیت ها انجام میده، یه سری کوشش انجام میده. این کوشش ها و فعالیت هایی که به صورت منظم هست رو به اون تحقیق گفته میشه. کلینجر اومده یک تعریف خیلی بزرگتر و شاید قشنگتری از تحقیق انجام داده، میگه بررسی مطالعه منظم کنترل شده آزمایش قضیه های فرضی درباره روابط احتمالی بین پدیده های طبیعی. این تعریفیه که آقای کلینجر در مورد تحقیق انجام داده. خب حالا ما میگیم برای اینکه یک تحقیق استوار باشه نیازمند دو تا شرط هست، شرط کنترل دقیق و شرط نمونه‌گیری صحیح. ما اگه اولی رو رعایت بکنیم به اعتبار درونی تحقیق اضافه کردیم و اگه نمونه‌گیریمون صحیح باشه به شرط اعتبار بیرونی تحقیق منجر خواهد شد. پس ما برای اینکه بتونیم یه تحقیق رو به صورت اصولی انجام بدیم کنترل دقیق می‌خوایم و نمونه‌گیری صحیح. استقرا اینداکشن، یک رویکرد استقرایی پژوهشگر بر پایه مشاهدات و بررسی‌های جزئی. گفتیم استقرا از چی است؟ اگه یادتون باشه گفتیم از جزئیات هست، به سمت کلیات ما حرکت میکنیم، ما یه سری جزئیات رو کنار هم میچینیم و قراره به یه کل واحد برسیم. حالا زمانی که به یه کل واحد رسیدیم در موردش قضاوت میکنیم و اون رو تعمیم میدیم به کل جامعهمون. استقرا هم انواعی داره، ما استقرای ظاهری داریم، استقرای متکی داریم، استقرای تحلیلی داریم، استقرای ناقص داریم و استقرای تام داریم. من دو تا از این استقرا رو براتون تعریف میکنم تا لب مطلب براتون جا بیفته. استقرای تام چی میگه؟ میگه تمامی نمونه ها بررسی بشه. از اسمش مشخصه، تامه، یعنی به صورت کلی باید ما تمامی بحث نمونه هامون رو بررسی کنیم. تک تک نمونه ها بررسی میشه به صورت دقیق و یک حکم کلی داده میشه. حالا برای استقرای ناقص چیه؟ میگیم همه افراد مورد نظر بررسی نشده باشن. خب در تعدادی صفت معین رو پیدا میکنیم و بعد یک حکم کلی میدیم. حالا استقرای تحلیلی هم یک مثالی داره که بیشتر برای بچهای علوم پزشکی هست. میگه شما فرض کنین که استامینوفن رو برای تسکین درد ازش استفاده میکنن، به عنوان یک مسکن ازش استفاده میکنن. میگه این استقرای تحلیلیه. چطور؟ میگه داروساز یه ماده گیاهی رو کشف میکنه، سراغ عناصر تشکیل دهندهش میره و با تجزیه و تحلیل کشف میکنه که عنصر خاصی در اون وجود داره که باعث چی میشه؟ باعث تسکین درد میشه. پس این رو به کل جامعه تعمیم میده. یعنی این به این شکل نیست که همه جامعه رو بیاد بررسی بکنه و با یک سری نمونه‌گیری های خاص این کار رو انجام میدن که به اون استقرای تحلیلی میگن. قیاس چیه؟ دیداکشن. قیاس گفتیم عکس استقرا، یک کل واحد رو ما داریم، حالا میخوایم به اجزاش برسیم که گفتیم انواع قیاس برهان هست، مغالطه هست، جدل هست، خطابه هست و شر هست که بیشتر برای بحث فلسفه و منطق هست و ما خیلی وارد جزئیاتش نخواهیم شد. تعاریف مفهومی، ما برای بحث پایان‌نامه‌های خودمون دو تا تعریف رو حتما باید در فصل اول پایان‌نامه‌های خودمون داشته باشیم. بحث تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی است. تعریف مفهومی چی میگه؟ لب مطلب، واژه‌هایی که گنگ هستن رو بیا برای من شرح بده. من دانشجو باید این کار رو انجام بدم که یک کسی که اگه قرار باشه غیر از رشته من اومده این پایان‌نامه رو داره میخونه، بدونه که این اصطلاحاتی که من به عنوان متغیر مستقل، وابسته، میانجی، مداخله‌گر استفاده کردم چه معانی داره. پس این رو برای من بازش باید بکنی. میگه حالا دوتا شرط هم اینجا برای من گذاشته، گفته که شما یک، اولین کاری که انجام میدی با خود اون کلمه اون مفهوم رو تعریف نکن. شما نیایی بگید تعریف مفهومی است، این اشتباهه، یعنی خود اون کلمه رو داخل تعریف استفاده نکن. دوم اومده یه شرط دیگه گذاشته، گفته که تعریف مثبت بر تعریف منفی برتری داره، شما از دید مثبت باید پدیده ها رو تعریف بکنید. تعریف عملیاتی، یکی از آیتم هایی که بسیار با اهمیت هست و در فصل اول پایان‌نامه شما باید حتما بهش قید شده باشه، اینکه شما تعریف مفهومی که آوردی رو حالا چجوری اندازه‌گیری کردی، چجوری قرار سنجشش بکنی. شما فرض کنید ما یک متغیری داریم به اسم رفتار مصرف کننده. رفتار مصرف کننده 3 تا زیر مؤلفه داره به اسم رضایت، وفاداری و اعتماد. شما میای اعلام میکنی، میگی من طبق پرسشنامه مثلا X برای بحث رضایت سوال 1 تا سوال 8 رو من آیتمی گذاشتم که اون رو بسنجه. پرسشنامه ایگرگ برای بحث وفاداری بوده، من سوال 9 تا سوال 14 رو بهش اختصاص دادم. پرسشنامه زد برای بحث اعتماد بوده، مثلا از سوال 15 تا سوال 20 رو من برای بحث اعتماد گذاشتم و به راحتی میتونین اون رو تعریف کنین. خب ما یه تعریف دیگه ای داریم به اسم تعریف تحلیلی. تعریف تحلیلی چیکار میکنه؟ میگه شما هر معانی و کلماتی که داری تعریف میکنی باید یک دونه انگیزه یا انگیزهای واحدی رو تو ذهن همه داشته باشه. یعنی یک تعریف قراره
پدیده طوری تعریف بشه که تو ذهن همه یک چیز رو ساطع بکنه و معانی مختلفی رو تو ذهن طرف ابهام و اینها نذاره، یعنی همه تعاریف به یک شکل باشه. تعاریف واقعی رو داریم که معمولاً همینجا بهتون بگم که توی پایان‌نامه‌ها و مقالات ازش استفاده نخواهد شد. چرا؟ چون ما قرار کنه و ذات اون پدیده رو بیاییم برای شما شرح بدیم در تعریف واقعی، و این واقعیتش اینه که به سادگی صورت‌پذیر نیست و چندان هم کاربرد نداره و به کار نخواهد اومد. ولی این رو بدونین که طرف میاد از خودش سوال میپرسه که آقا ذات این پدیده چیه و ماهیت اصلی این پدیده چیه؟ با این سوال شروع میشه و بهش پاسخ داده میشه، که هرچند میگم نمیتونیم خیلی واردش بشیم و اون رو به همین سادگی تعریفش بکنیم. خب روش تحقیق علمی، یک فرایند جستجوی منظمه برای مشخص کردن یک وضعیت یا موقعیت نامعین. این رو همیشه مد نظرتون قرار بدیم. ما قراره وقتی زمانی که داریم یه تحقیق رو شروع میکنیم وضعیت ما نامعلومه. ما قراره از یک وضعیت بدون ثبات به یک وضعیت با ثبات برسیم، چون قراره تو ذهنمون یه سوالاتی هست که ما رو پا در هوا گذاشته و این رو قراره بهش پاسخ بدیم و این پاسخ دهی باعث بشه که ما از وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب یا معین برسیم. فرایند روش تحقیق سه تا کار رو انجام میده، سه تا گام داره. یک گام گسستن هست، گام ساختن هست و گام مقایسه کردن یا تجربه کردن هست. روش تحقیق علمی، کشف روابط بین پدیده‌ها، ما چجوری پدیده ها رو این روابطشون رو میسنجیم یا پیداش میکنیم، کشفش میکنیم. یک، آزمایش و مشاهده. دو، ثبت و بررسی. و سه، تفسیرهای منطقی. اول میریم مشاهده میکنیم، آزمایش میکنیم، این نتایج رو ثبت و بررسی میکنیم، اینها رو نگهداری میکنیم و حالا این نتایج رو چیکار میکنیم؟ با همدیگه تفسیر میکنیم به صورت منطقی. خب اینجا یک متدی رو بر ما آورده، یه روشی رو گذاشته، گفته که بنابراین پژوهش و روش علمی لازم و ملزوم یکدیگه. درستم میگه. شما ببینید، ما پژوهشی رو نمیتونیم انجام بدیم بدون روش علمی، و روش علمی بدون پژوهش کلاً صفر خواهد بود و معنی نخواهد داشت. دلایل کاربرد روش علمی. خب ما کی روش علمی رو استفاده میکنیم؟ زمانی که میخوایم میزان اعتبار و روایی رو بالا ببریم. اعتبار و روایی رو میخوایم بالا ببریم در تحقیقمون. میخوایم پیچیدگی‌های تحقیق رو چیکار کنیم؟ کم کنیم. پیچیدگی‌های تحقیق رو کاهش بدیم. به سمت پایین کاهشش بدیم. افزایش میزان مناسب ارتباط بین جواب و سوال مورد نظر. ما یک سوال رو اول تحقیقاتمون شروع کردیم. حالا میخوایم وقتی از روش علمی استفاده میکنیم، میخوایم این میزان مناسب بودن جوابی که داریم به این سوال میدیم رو افزایش بدیم.